هشام القنام دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشگر ارشد پیشین مرکز ملک فیصل، اخیرا در یادداشت مشترکی برای نشریه کایرو ریویو نوشته آشتی ایران و عربستان سعودی محاسبات راهبردی هیچ یک از دو طرف را به شکلی انقلابی تغییر نمی‌دهد و از این رو بعید است در کوتاه مدت محیط امنیتی منطقه را به شکل چشمگیری دستخوش تحول کند. آقای دکتر القنام، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال 2016 در یک گفتگو با نشریه اتلانتیک گفته بود ایران و عربستان لازم راه مؤثری برای به اشتراک گذاشتن همسایگی پیدا کنند و نوعی صلح سرد رو جایگزین کنند. آیا این همین رویکرد است که تهران و ریاض با اثرگیری روابط دیپلماتیک در دستور کار قرار دادن؟ At least from Riyadh's side, I don't think that this is an accurate description of what's happening. دست کم از منظر ریاض فکر نمی کنم این توصیف درستی از اتفاقی باشه که داره می افته. هیچ کشوری نمی خواد با کشور دیگه ای سهیم باشه. عربستان سعودی برای نفوذ در منطقه با کسی رقابت نمی کنه. برعکس توجه خودش رو به امور داخلی به خصوص اقتصاد و برقراری روابط حسنه با کشورهای دیگه معطوف کرده. بنابراین سیاست خارجی از دیدگاه سعودی ها بازتاب نیازهای داخلی است. عربستان به این نحو امور خارجی خودش رو پیش میبره. فکر نمی کنم این ارزیابی درستی از اتفاقی باشه که در منطقه داره میفته. همین ارزیابی رو میشه در مورد ایران به کار برد. برخلاف عربستان وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد ایران تقریبا از هم پاشیده و اونا مجبورن اقتصادشون رو رو به راه کنند. اما به نظر من بین این دو کشور منافع مشترک است. دست کم منافع تاکتیکی برای هر دو طرف که باید روابط خودشون رو عادی کنند. اما باید اضافه کنم که وضعیت به طور کلی متغیر و غیر قابل پیش بینی است. ما شاهدیم که فرایند عادی سازی روابط بین دو کشور خیلی سریع پیش میره. به صورتی که خیلی ها 6 ماه قبل پیشبینی نمی کردن. البته این علامت خوبیه و من امیدوارم هر دو کشور به خصوص ایران از فرصت استفاده کنند و سعی کنند به سوی برقراری روابط مثبت با کشورهای عرب به طور کلی و با عربستان بالاخص گام بردارند. عربستان با این توافق با جمهوری اسلامی چه پیامی به مردم ایران می فرسته؟ We're not saying that there are magical solutions to the conflict in the region. ما نمیگیم که راه حل معجزه‌آسایی برای وضعیت منطقه وجود داره. پیام پادشاهی عربستان به مردم ایران اینه که ما می‌خوایم این منطقه رشد و ترقی کنه. ما برای منطقه صلح می‌خوایم. آنچه که بر مردم ایران اثر می‌ذاره، بر سایر کشورهای منطقه خلیج فارس هم اثر می‌ذاره. به خصوص بر عربستان. رشد و خوشبختی منطقه چیزی نیست که شما بتونید اون رو به تنهایی برای منطقه فراهم کنید. به نظر من پیامی که عربستان میخواد به ایران بده اینه که ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ایرانی ها برادران ما هستند. از نظر منافع مشترک بین ایران و عربستان به نظر من دامنه همکاری نامحدوده. پس اگر اختلافات در منطقه ادامه پیدا کنه، اولین کسی که ضربه میخوره ایرانی ها هستند. بنابراین کاهش وخامت و بحران زدایی بیشتر به نفع ایرانه تا کشورهای دیگه منطقه و ما آرزو میکنیم که این روند ادامه پیدا کنه. منظورم ذهنیت بحران زداییه. آیا واقعا ریاض باور داره میتونه از بازار بزرگ اقتصادی ایران نفع ببره؟ I think cooperation between the two countries if things go forward it's endless definitely. دامنه همکاری بین دو کشور قطعا نامحدوده. پادشاهی سعودی بزرگترین اقتصاد منطقه است و یکی از اعضای اصلی گروه 20. ایران هم بالقوه یک اقتصاد بزرگ. اما همه چیز به کاهش بحران در منطقه بستگی داره. تلاش برای عقد یک توافقنامه محدود، مثلا توافقنامه بین ایران و آمریکا در حال حاضر فایده‌ای در بر نداره. آنچه که ما در نظر داریم یک توافق جامع‌تر و دوام‌پذیره. نه پیمانی که تنها به سود منافع داخلی آمریکا باشه و در همون حال ایران زیر بار تحریم‌ها کمر خم کنه. چیزی که مورد نظر ماست معامله‌ای که تحریم‌ها رو از ایران برداره. معامله‌ای که ایران هم بتونه سود ببره. عامل اسرائیل هم موضوع رو پیچیده کرده. حمله به ایران به وسیله اسرائیل یا هر کشور دیگه آخرین چیزی که عربستان در مورد ایران میخواد شاهد اون باشه. نمیخوایم این اتفاق بیفته. اما این مربوط به حکومت ایران میشه. باید طرز نگاهشون به منطقه رو عوض کنن. آنچه که در منطقه رخ میده اینه که ایران میخواد تو کشورهای دیگه نفوذ کنه و این در درجه اول برای مردم ایران زیانباره. ادامه این راه قطعاً واکنش خواهد داشت، به خصوص علیه ایران. بعضی میگن ریاض و تهران هر دو سوابق حقوق بشری هولناکی دارن، هر دو به دنبال توسعه اقتصادی هستن نه توسعه سیاسی و نمیخوان از سوی غرب
برای این امور مورد انتقاد قرار بگیرن. آیا این دو جنبه است که دو حکومت رو به هم نزدیک میکنه؟ شما با این نگاه موافقید؟ نه، مخالفم. به نظر من این موضوع خیلی پیچیده تریه. فرض کنیم عادی سازی روابط انجام نمیشد. در عوض چه اتفاقی میافتد؟ غرب به انتقاد از سیاست دو کشور در زمینه حقوق بشر ادامه میداد و هیچ چیز تغییر نمیکرد. البته این مسئله عامل تغییر نیست. به نظر من انگیزه اصلی و عامل اصلی تغییر اقتصاده. کشورها میخوان اقتصادشون رو رونق بدن، چون فکر میکنن که منابع طبیعی مثل نفت و گاز تموم میشه، اگه نه به زودی اما دست کم در آینده قابل پیش بینی. البته مسائل داخلی زیادی وجود داره، به خصوص در ایران که باید حل بشن. از یه طرف ما نشانه های بهبود اوضاع در منطقه خلیج فارس رو میبینیم، از طرف دیگه از جانب جمهوری اسلامی نشانه از بهبود نمی‌بینیم. ما می‌خوایم همه کشورهای منطقه پیشرفت کنند. اگر هر کشوری فکر کنه که از رنج و عذاب کشورهای دیگه سود می‌بره، اشتباه محاسبه استراتژیک کرده. به نظر من ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسرائیل باید تعامل کنند. باید معادله‌ای برای برقراری صلح پیدا کنند. ما باید خودمون رو از وضع موجود رها کنیم. نگاه کنید به سوریه، به عراق، به لبنان، به یمن که چه بر سرشون اومده. ما می‌خوایم این وضعیت هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه، چون هیچ کس از این وضعیت سود نمیبره. حتی اگر بعضیا فکر کنن که در کوتاه مدت از این وضعیت سود میبرن. پس شما اعتقاد ندارید وضعیت حقوق بشر در عربستان به بدی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامیه؟ فکر نمی کنم. برعکس فکر می کنم حقوق بشر در عربستان به سرعت رو به بهبوده. شاهدیم که زنها قدرت پیدا می کنند. شاهد تغییرات بنیادی هستیم. البته این تغییرات تدریجیه و اجرای اون زمان میبره. ولی بهبود چشمگیری می‌بینیم، نه فقط در کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه در عربستان. اما در ایران هیچ چیزی عوض نشده، نه بهبودی نه ترقی. فکر می‌کنم رعایت موازین حقوق بشر در تمام منطقه لازمه. به نظر من تغییرات ساختاری در عربستان رخ میده. دولت عربستان به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم، حتی کسانی که شهروند عربستان نیستند. آیا رابطه میان توافق تهران و ریاض و یورش پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین می‌بینید؟ نه، فکر نمی‌کنم. به چند دلیل. یکی از نکات اصلی در توافق بین ایران و عربستان اینه که دو کشور در امور داخلی یکدیگه دخالت نکنند. دخالت فرم‌های مختلفی داره. پس من فکر نمی‌کنم همکاری بین دو کشور به این سطح رسیده باشه. این مسئله کاملا متفاوتیه. روابط دو کشور در مرحله اولی است و دو کشور هنوز در فاز گشایش سفارت و ایجاد روابط سیاسی هستند. اما اختلافات اساسی بین دو کشور به حال خودش باقی میمونه، چون خیلی شدید هستن و منطقه هم تغییری نکرده و یک شبه تغییر نمیکنه. ولی آنچه که رخ داده گفتگو و سرگیری روابط دیپلماتیکه. گفتگو همیشه مفیده و خوبه که روابط بدون میانجی برقرار بشه. به هر حال من نمیبینم که روابط دو کشور به این سطح رسیده باشه، چون اختلافات اساسی هنوز باقیه و طرز نگاه دو کشور به منطقه کاملا با هم فرق داره و هنوز هم عوض نشده. شما پیشتر نوشتید تهران قبلا با توجه به موضعش در یمن اطمینان خاطر داشت که دست بالا رو در برابر عربستان داره. بعد از جنبش 10 ماه اخیر ضعف تهران در برابر نفوذ عربستان روشن شده. میشه در این باره توضیح بیشتری بدید و آیا امکان داره که این دینامیک به سرعت تغییر کنه؟ فکر میکنم ممکنه تغییر کنه، اما بی تردید یمن برای ایران میوه رسیده ای نبود. دخالت ایران در یمن سهل و ممتنع بود، یعنی اولش ساده بود بعد پیچیده شد. به نظر من حوثی‌ها خودشون رو خیلی مهمتر و بالاتر از خامنه‌ای می‌دونند. مسئله یمن خیلی پیچیده است و پیچیده خواهد ماند، با یا بدون دخالت ایران. تنها چیزی که ایران میتونه برای دخالت در یمن استفاده کنه در جهت حفظ منافع خودشه. ما میخوایم منافع یمن حفظ بشه. میخوایم همه احزاب در این فرایند سیاسی شرکت کنند، چون به نفع همه یمنی‌ها از جمله حوثی‌ها خواهد بود. ایران همیشه آسیب پذیر بوده. وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد مقاومتی یه چیز کاملا مسخره است و ارقام اقتصادی رو بالا نمیبره. ایران در مسیر سقوط اقتصادی قرار گرفته و سعی میکنه با تحریم ها کنار بیاد. ما میخوایم این تحریم ها هر چه زودتر برداشته بشه و این کار به عهده خود رژیمه. اگر رژیم کاری نکنه، تحریم ها دست نخورده باقی میمونند و ممکنه به چیزی بدتر منتهی بشه. بنابراین پیشنهاد من اینه که ایران بهتره وارد فرایند جامعی بشه تا از شر این تحریم ها نجات پیدا کنه
و در مسیر مثبتی حرکت کنه. چون انکار واقعیت و انکار حقیقت و ارقام دروغین کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کنه. اگر شما می‌خواید از گروه‌های شبه نظامی حمایت کنین، براتون خرج داره. خواه در عراق باشه یا لبنان یا سوریه. این تجارت خیلی گرونیه. خیلی رک بگم، اگر کسی طالب این نفوذه، بذارید بگیرتش. فکر نمی‌کنم عربستان سعودی خواستار یک چنین نفوذی باشه، چون براشون هزینه داره. شما پیشتر گفتید که جناح‌هایی در عربستان و در جمهوری اسلامی ایران هستند که خواهان این توافق اثرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان نیستن. میشه توضیح بدید این جناح‌ها دقیقاً چه کسانی هستند؟ I do not want to point specifically to what factions I mean, but نمیخوام گروه خاصی رو اسم ببرم، ولی فکر میکنم در هر فرآیند عادی سازی روابط سیاسی گروهایی هستن که فکر میکنن از وضعیت صلح و روابط عادی ضرر میکنن، به خصوص در مورد ایران. به نظر من عده‌ای تندرو در ایران هستن که فکر میکنن این بازی برد و باخت و بهتره درگیری ادامه داشته باشه. اما فکر نمیکنم که این نظر غالب در ایران باشه. در ریاض قطعا نظر غالب اینه که راه پیش رو مسیر صلح هست. یعنی دیدگاه کلی سعودی تمایل به صلح هست. ولی همونطور که گفتم، سیاست خارجی عربستان بازتاب نیازهای داخلی است. سیاست خارجی وسیله‌ای برای ابراز قدرت و ابزار نفوذ نیست. ما نیازهای داخلی داریم، نیازهای حیاتی که باید برای ملتمون تامین کنیم. به باور ما این سیاست در مورد کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران هم صدق می‌کنه.